5 4 3 2 1 پک پنجی. سلام، من عرفانم و امروز اومدیم با داشلی. سلام به همه بچه ها، امیدوارم که خوب و که ردیف باشید. دمتون گرم که ما رو میبینید. مثل همیشه این لایک، سابسکرایب، کامنت انگلیسی و حمایتون برای دوستاتون هم بفرستید. حتما ما رو به دوستاتون معرفی کنید. امروز اومدیم چند تا سوال باحال بپرسیم از هم، ببینیم جواباش چیه. بیشتر جواباش باحاله تا سوالاش فکر کنم. آره ببینیم چه جوابی که چون سوالا رو جدا جدا چیز کردیم. حالا من خودم دوست دارم جوابای تو رو بشنوم ببینم چه جوریه. منم همینطور، ولی خودم جواب برای سوالای خودم هم دارم. کی اول شروع کنه؟ میخوای تو بگی یا من بگم؟ برو یه دونه اولی بریم ببینیم چه جوریه. ببین چه سوالایی بر ما آورده این. آقا بین جنگل، دریا و کوه کدوم آرامش بخش تره؟ بین جنگل، دریا و کوه. من دریا رو انتخاب میکنم. چرا؟ او چراش هم باید ببینیم. آره چراش هم باید. چرا؟ نمیدونم حاجی، این نگاه کردن به دریا که ته نداره برای اینگاه همیشه این موجه داره میره و میاد آرامش شده. به نظر من حالا کوه حاجی، چون تو کوه که وایسادی هم جنگل رو میتونی ببینی، هم دریا رو میتونی ببینی و آرامش خاصی داره. همه جا رو میتونی ببینی. نه کوه یه خورده خورده شارم سنگینه. نه آخه همه جا رو میتونی ببینی با حال حاجیه. ولی دریا رو آرامش. یه دونم بزنم بزنم چه طبیعه. این قضیه تناسخ و اینا رو که شنیدی؟ اگه تو زندگی بعدت قرار بود یه حیوان باشی، دوست داشتی چه حیوانی باشی؟ حاجی من 100% نهنگ رو انتخاب می‌کردم. با نهنگ حاجی، با نهنگ خیلی. چرا نهنگ می‌کنی؟ حاجی باحال دیگه. یکی اینکه باهوش‌ترین حیوان دنیا ساجی نهنگ. بعد با هم حرف میتونن بزنن، نهنگا فرکانس صدا دارن اینا، میتونن با هم ارتباط برقرار کنن. کمتر حیوانا میتونن اینجوری با هم ارتباط برقرار کنن. من کلا زیاد خیلی باهوشن آجی، همه چی رو میفهمن اصلا. خیلی هم چیزای جالبی آره، سریع یاد میگیرن و خیلی موجود. من حسن نمیشم. تو چی؟ من آجی بچگی با یه حیوان گرگ خیلی حال گرگ میشدی؟ آره آره. به خاطر اینکه من مثلا لایف استایلشون رو دوست دارم. اینا مثلا حیوان های وحشی هن که تو گروپ های گنده زندگی میکنن. آره مثلا بقیه حیوان های وحشی اکثرا یه گله هاشون کوچیکه یا تک و توک هن هستن. بقیه اینا گله های بزرگ، اینا گله های بزرگ با هم حرکت میکنن. همه با هم حرکت میکنن و استایلش هم حال میکنن. من یه سوال دارم، حالا یه سوال حیوانی زدی، من هم یه سوال حیوانی دارم. میگه اگه میتونستی با یه نوع حیوان صحبت کنی، کدوم حیوان رو انتخاب میکردی؟ حاجی من با پرنده ها حرف میزدم. خیلی دوست دارم. آره اون بالا چه خبره؟ من همیشه اون بالا هم چی دارن میگن؟ چی میبینه؟ چی میگن؟ من حاجی نه، من با گاوا صحبت میکردم. من مثلا اگه قرار بود یه حیوانی هم مثلا کارام و برام بکنه، دوست داشتم پرنده ها باشه. نه من با گاوا صحبت میکردم. چرا؟ حاجی دوست دارم چه حاجی با گاوا خیلی صحبت میکنی؟ در طول خود موجود خود باقی خواستم اینم چه حسی داره از این زندگی که توشه. سخت زندگی شده بالا آجی بعد دوزیان بدوشنه تا چی داره. خیلی زندگی سخت. خب یه سوال تو. یه سوال من، دو تا اولویت اول زندگی چی آجی؟ دو تا که همه مهمتره، خانواده و پول. منم همونه آجی. آره زدم تو خواهر. اول فامیلی بعدش هم پوله. آره یه دونه بزن که یه سوال باحال دارم آجی. اگه قرار باشه تو یه شهر تا آخر عمر زندگی کنی، اون شهر کدوم شهر آجی؟ یه دونه سری جواب بده آجی. حاجی سخته یه خود. نه باید بگی، باید سری جواب سوالو بگی آجی. من حاجی بگیرم. من یکی از این جزیره یا یکی از این جزیرهای جنوب ایران انتخاب میکنم. خب مثلا کیش؟ آره مثلا هرمز، کیش. یا اونو اونجا نبودم تا حالا، ولی مثلا نسبت به عکس ها و چیزایی که دیدم آجی با سوئیس هم حال میکنم. سوئیس؟ سوئیس هم ممکنه باید داری اونجا بانک جهانی. من خودم میرم منچستر آجی. اونو پایم میرم کف منچستر آجی. انگلیس اسم میکنم بهترین لایف استایل انگلیس میتونه برای سرم کنه. لایف استایلی خیلی خفن آجی، خیلی باحال انگلیسی. آقا این قسمت سوالامو تموم شد. نه بذار من سوال دارم. آره بذار من سوال دارم. بله من این سوالام تموم شد. نذاشت من سوال بپرسم اصلا. اوکی بگو.
حاجی اگه قرار بودی یا مریضی یا روانی بگیری چی میگرفتی؟ حاجی من ترجیح میدادم کلن حاجی روانیش هم چی نفهمم و چی مثلا دیگه نه مثلا یه نزدی مریضی هایی که هستش مثلا اسکیزوفرنی پارانویا پارانویا مثلا شاید میگرفتم نه پارانویا خیلی ترسناکه حاجی آخه حاجی همش ترسناکه ولی خودت نمیفهمی همه ترسناکتره تو فکر کنی یکی داره همش دنبالت میاد باهات زندگی میکنه خب نمیدونم حاجی تو چی؟ من مثلا یه سایکوپس و اینجور داستان آره من شاید مثلا یه اسکیزوفرنی میگرفتم یه ریز دو شخصیت آقا قسمت دوم سوالمون اینجوریه که پنج تا کلمه نفری میگیم چهار تا یا پنج تا چهار تا چهار تا کلمه آره چهار پنج تا کلمه میگیم بعد با مزه دیسکرایبشون کنیم یعنی بگیم مزهشون چه مزه ای میده چه مزه ای میده آره آقا اولین کلمه ای که من واسه دارم او رفتی صفحه رو نوشتی اینا رو بکنم آماده دشگی همیشه آماده آقا کوله پشتی مدرسه چه مزه ای کوله پشتی مدرسه ایران 100% دیگه نون پنیر گردو من نون پنیر خیار نون پنیر خیار گوجه مال من آج تو بگو یه دونه تابستون منظره چه مزه ای آب دو خیار آبدوخیا کرونا و لیمو کرونا آبجو و لیمو پاراجی آیفون به نظر دارید چه مزه ای آیفون از سیپی دیگه آیفون نه به نظر من حاجی خیلی مزه با مزه ای داره مثلا من مزه همبرگر میده آیفون مزه همبرگر آره حاجی دست میکنم یه گوشت و نون و اصلا چیز رو میبینم کاغو رو میبینم با گوجه رو گوشت ونکوور به نظر چه مزه‌ای میده؟ ونکوور مزه سوشی میده قطعا سوشی؟ من مثلا آره مثلا میسو سوپینا رو هستم ولی نه من ونکوور مزه چی میده واقعا؟ سوشی؟ میسو سوپ به نظر من میسو سوپ؟ آقا پک پنجی به نظر چه مزه‌ای؟ پک پنجی از یختر بهش میده آجی آیس پک این نارنجی ها صورت این نارنجی ها اینه که تاپ میزنی سرشون 5-4-3-2-1 تاپ صدا میداد آیس پک تهران به نظر چون از زیه تهران هجی یه خورده مزه یه خورده چون هواش کثیفه و یه مزه کثیفی هم داشته باشه مثلا یه فسوده خیلی مثلا چمن برای من مزه میده آجی فسوده چمن نمیدونم زدی تا او برای من تهران مزه ویسکی پیتزا چمن ویسکی هم بوش تلخه هم یه خورده چربه برای من ساندویچ مثلا هم تلخه ولی حال میده میدونی برای من هات داگ پر پنیر آجی یه غذای غیر سالم مثلا حرفه‌ای غیر سالم ولی خوشمزه داری خوشمزه دیگه خونه آجی خونه چه سخت خونه ما بگم خونه ما از ساقه ترایی چایی میدهی خونه ما هم از چایی خورما میدهی ساقه ترایی چایی میده بیسکویت مادر چایی میده نه ما بیسکویتی خیلی نبودیم ولی ما شیرینی هم زیاد داشتیم شیرینی با ما بودیم دانمارکی هم مثلا میتونه باشه شیرین چایی ولی چایی هست آجی چایی بوش تو خونه هم اصلا باید باشه آجی مثلا دلم چایی خواهی یه دونه دیگه به نظر رفاقت چه مزه ایه رفاقت حاجی مزه ویتامین سی میده مزه ویتامین سی میده مزه هم مزه سوس فلفل میده میسوزیه ولی حال میده حاجی به نظر من مزه ویتامین سی میده حاجی نمیدونم چرا نه به نظر من بیشتر سوس فلفل حال میکنم یه دونه هم آخریش رو ازت بپرسم آره من تمام این چه مزه ای میده به نظر زن و بچه چه مزه ای داره مزه توت فرنگی زن و بچه توت فرنگی میده نه آجی با یه زن و بچه پیدا کنی خب مزه توت فرنگی اینا رو میامم چه مزه توت فرنگی نه نظر من زن و بچه مزه کافی دابل دابل بوده چرا دابل دابل الان؟ تلخ نیست سیدی اوکیه ولی بوی کافی رو داره تمام کلمه تمام هم من هم کلمه هم تمام آقا
دمتون گرم که ما رو نگاه میکنید و دنبال میکنید، همچنان ما رو حمایت کنید. دمتون گرم. 1 2 3 4 5 پک پنجی. خدا نگهدار.